سلام میکنم خدمت شما عزیزان. خیلی خوشحال هستم که مجددا در جمع شما عزیزان هستم و موضوعی که قرار است امروز من در رابطه با این صحبت کنم، انسان حقوند چه خصوصیاتی دارد. خدمتون عرض کنم که انسان هر جمله‌ای که به کار میبره، هر جمله‌ای که شما بیان میکنید از یه اصل فکری برخوردار. امکان نداره شما یک جمله بگید که در پس اون جمله ایده، نظر و فکری وجود نداشته باشه. اصل به اصطلاح فکر من و شما اینه که چگونه تصمیم بگیریم، چگونه عمل بکنیم و به چه هدفی برسیم. این اصل فکر من و شماست که به ما میگه چگونه تصمیم بگیریم. از بیرون هر کسی که به من و شما بگه چه بکن چه نکن، به عنوان فقط یک پیشنهاده. اکثر مردم عکسش رو عمل میکنن، میگن چون به من گفت چنین کردم، نه چون تصمیم گرفتم رو حرف دیگری، خودم برای این باور باید باشم که متناسب با نتیجه عملم من مسئول هستم. به گفتار روزانه خودمون فکر کنیم که چه گفتاری داریم، به کردار روزانه خودمون فکر کنیم که چه نوع کرداری داریم و به پندار روزانه فکر کنیم که چه نوع پنداری داریم. اصل مایه فکری که ما داریم، نظری که ما داریم و عملی که میکنیم بر اساس چیست؟ یا این حرفی که میزنیم، این عملی که میکنیم و این اندیشه‌ای که داریم متناسب است با خشونت، تبعیض، تحقیر دیگری، پشت سر کسی حکم صادر کردن که همش روابط زوره؟ این پندار و گفتار نیک نیست. یا اینکه نه، همه رفتار روزمره ما، فکر روزمره ما، هدفی که روزمره ما داریم متناسب است با خشونت زدایی. یعنی چی؟ یعنی روش درش اصل محوری است. این رو هر کسی میتونه در روز با خودش امتحان کنه، من چگونه عمل میکنم. بی دلیل نیست که در فرهنگ ایرانی میگن نظریه موازنه منفی، یعنی گفتار و کردار و پندار باید خالی از خشونت باشه و این چند هزار سال ماندگار شده. چرا ماندگار شده؟ چون اصولی است که با رشد انسان همخوانی داره. این فقط شعار نیست که ما ایرانی ها دارای این سه اصل هستیم، بلکه این سه اصل رو باید که بهش عمل کرد. من نمیدونم شما عزیزان دارای چه نوع اصل راهنمایی هستید و چه فکری هستید، ولی میدونم که شما انسان های حقوق مند هستید. میدونم که حقوق برابر دارید. میدونم که هیچ کدوم شما حق برتری بر دیگری ندارد. میدونم که اگر بخواید از حقوق خود برخوردار بشید، باید به دیگری زور نگید. اگر بخواید که از حقوق خود برخوردار بشید، باید رشد محور فکر شما باشه. نه اینکه بگید بی تفاوتم، بی عملم. این ضد رشد شما، ضد حقوق شماست. خدمتون عرض کنم که هر کسی که خود رو حقوق مند میابه خود عمل میکنه، دیگری جای ما نمیتونه عمل کنه. شما تا حالا دیدید که کسی جای دیگری عاشق بشه؟ امکان نداره. کسی جای دیگری رشد بکنه، کسی جای دیگری تحصیل بکنه، کسی جای دیگری کار بکنه، کسی جای دیگری تشکیل خانواده بده. اینها همه حقوقه و هر کس خود متصدیه و بعد خودش به اینها عمل کنه. دیگری جای من و شما نمیتونه عمل بکنه به آنچه که حقوق من و شماست. من میتونم رعایت حقوق شما رو بکنم. من میتونم که مانع برخوردار شدن شما از حقوقتون نشم، یعنی مانع رشد مثلا همسرم نشم، رشد فرزندم نشم. بالعکس، من زمین ساز رشد اونها بشم، من زمین ساز برخوردار شدن اونها از حقوقشون بشم. اکثر روابط بر اساس این تنظیم میشه که وقتی که مشکل به وجود میاد و برخورد به وجود میاد، یکی مانع برخوردار شدن دیگری از حقوقش هست. و اون اگر کسی حتی ندونه که چه نوع حقوقی رو بر اساس لیست جلو خودش داشته باشه، ولی میفهمه که یک جای وجودش داره بهش فشار میاد. یکی از دلایلی که من و شما در خارج از وطن اینجا کنار هم هستیم به این دلیله که
که محیط زندگی ما متناسب با برخوردار شدن از حقوق ما نیست. هر کس به یک دلیلی از کشور مهاجرت کرده و آمده اینجا. هر کسی باید از خودش سوال کنه هدف من از زندگی چیست؟ معنی زندگی من چیست؟ آلمانی ها یک کلمه دارن که ما کلمه همردیفشو نداریم، میگن زین زندگی، یعنی احساس من به زنده بودن و از برای چیست. این زین، این هدف زندگی، این هدف عالی میشه معنیش کرد. برای من چیست در زندگی من که من بهش عمل میکنم؟ آیا من این هدف عالی رو دارم یا اینکه نه، من روزمرگی میکنم؟ این امر بسیار مهم، هر کسی باید از خودش بپرسه. هر کسی برای رسیدن به هدف عالیش یا احساس مثبتش به زندگی یا شوق به تحول یا زین به زندگیش، اگر کلمه آلمانیش رو بفهم معادلش رو استفاده کنیم، چند تا رابطه برقرار، یا رابطه با اشیا برقرار میکنه، مثلا با توپ فوتبال، با توپ بسکتبال، با یک دونه تار یا با یک دونه پیانو. میگه من میخواهم این آلت موسیقی را یا از این مثلا توپ ورزشی به گونه استفاده کنم که بشم یک ورزشکار ممتاز، یک تارزن ممتاز. تمام احساسش رو در این میاره که بتونه اون ساز یا اون وسیله رو خوب استفاده کنه به اون برسه. مثلا بشم نقاش، ولی دارم میخواد نقاش بسیار خوب بشم، از اون وسایل برای رسیدن به اون استفاده. یا اینکه میگه نه، من در زندگیم به دنبال الگوی هستم، الگوی فرهنگی هستم، دلم میخواد مثل حافظ شعر بگم، دلم میخواد مثل شاملو شعر بگم، یا بهتر از اونها شعر بگم، از اونها بیاموزم و بهتر بشم، دلم میخواد رمان که بنویسم مثل فلان نویسنده بنویسم. یک الگو پیدا میکنه. یا میخوام بشم یک سیاستمداری مثل مصدق، مثل امیر کبیر، انسان پاک و راستی که در خدمت مردم هر آنچه میکند در خدمت استقلال و آزادی وطنه. یا میخوام بشم یه اندیشمندی مثل اینشتین. شعار نیست دارم خدمتتون عرض میکنم، هر کس توانایی رسیدن به همه اینها رو دارد. مهم اینه که شما آیا اون هدف عالی رو برای خودتون گذاشتید؟ احساس به بودن و زندگی کردنتون برای رسیدن به اینه؟ یا اینکه دلتون میخواد روزمرگی کنید؟ یا اینکه انسان میگه من میخوام در زمینه رشد کنم که در خدمت دیگری باشم. مثلا زن هست میگه من دلم میخواد مادر خوبی باشم، مادری که در خدمت رشد بچه‌م عمل میکنم. زور بهش نمیگم، امکانات رشد براش فراهم میکنم، تشویقش میکنم. پدری هستم، دلم میخواد پدر خوب باشم، در خدمت فرزندم، در خدمت خانواده. احساس این که در خدمت هستم و میکوشم اینقدر زیبایی به زندگی من میده که این من رو پر میکنه از تمام خوبی های زندگی. یا دلم میخواد بشم پزشک، پزشکی که در خدمت انسان هاست. تو هر شهری که شما برید یک پزشک هست که این زبانزد هم است. میگن یه آدمی است که برای پول کار نمیکنه، برای انسانیت کار میکنه. تنها اون نیست که میتونه برای انسانیت کار کنه، دیگران هم، دیگر پزشکان، غیر از اینکه واقعا دوست داره یک احساس معنوی است بین پزشک و بیمار که میتونه به بیمار روحیه بسیار مثبت بده که بیمار از حالت بیماریش در بیاد و در حقیقت بکوشد برای خوب شدن، در خدمت اون عمل میکنه، احساس بسیار خوبی داره پزشک هر لحظه. برای یک معلم هم به همین ترتیب، پدر من معلم بود. گفتم واقعا از رشته معلمی خوشت میومد؟ تمام اون گفت اگر در تمام سال یک شاگرد پیدا میشد که میخواست بیاموزد، ارزش این رو داشت که من تمام سال برم در خدمت اون بچه باشم. پدر من فکر کنم خیلی آدم خوشبختی بوده که این شکلی به شاگردهای خودش نگاه میکرده. خدمتون عرض کنم که اگر این سه احساس رو دارید، باید برای رسیدن به این سه احساس بکوشید. الگو میپذیری، یک وسیله، یک کار رو میخواید خوب یاد بگیری، یا اینکه میخواید احساس معنوی داشته باشید در رابطه با بقیه. این شما هستید، این من هستم که باید تصمیم بگیرم.
زندگی چیه؟ زندگی ساخته شده از یک تصمیم، غیر از تصمیم هم نیست. تصمیم رو هر کس خودش میگیره. تصمیم در اینجاست، در جای دیگه هم نیست. ورزشکارا دیدید وقتی میخوام برم به زمین ورزش چی کار میکنم؟ آقای شفایی شاید بهتر بزنه توضیح بده. میگم بزن اینجا، در اینجا یک قسمت انرژی است، میگه بزنید اینجا بود، احساس توانایی کنه. هر کس باید به اینجای خودش بزنه، در درون من چه انرژی نهفته است که متناسب با اون من تصمیم میگیرم برای تغییر زندگی خودم. لحظه تصمیم لحظه اوج نیروهاست در بدن. هر کسی در زندگی خودش رو تجربه کرده. شاید شمایی که اینجا نشستید، لحظه ای که تصمیم گرفتید که همه مسائل رو میپذیرم و میروم به ناکجا آبادی که نمیدانم چه خواهد شد، ولی تصمیم گرفتید. در اینی که در تردید بودید، تصمیم گرفتید برای یک تغییر. ولی باز این تصمیم بزرگی برای تغییر زندگی نیست. تغییر زندگی است که این شما چگونه اینجا میخواد زندگی کنید، چه چیزی رو میخواد در درون خودتون تغییر بدید. هر کسی در خلوت درون خودش تصمیم میگیره، ولی برای هر کسی یک لحظه است، اون لحظه‌ای که تصمیم میگیره. همه شما در زندگی تجربیات مختلفی داشتید که لحظه‌ای که تصمیم گرفتید و تمام وجود شما شده انرژی برای تغییر. یا میتونید این لحظه رو ادامه بدید، همیشگیش کنید، بشید انسان رشدیاب که به حق رشد خودتون میرسید، یا اینکه میتونید نه، میگید که هر دفعه حرف میزنید به یک خاطره بسنده میکنید. در یک لحظه یک تصمیم خیلی خوب تو زندگی گرفتم، ولی حیف که دیگه ادامه ندادم، حیف که انسان ادامه ندادم. بعضی ها با خدای خودشون خلوت میکنن. این کسی که هر کسی، من نمیدونم شما چه نوع خدایی دارید، چه نوع خلوتی میکنید، ولی هر کسی با خدای خودش که خلوت میکنه، اون لحظه ای که میخواد تصمیم میگیره لحظه ترس نیست. لحظه ای نیست که آخوندا میگن ترس از خدای قادر جبار فلان، نمیگه. اون لحظه شما با هستی محض، با هستی مطلق تماس برقرار. لحظه تصمیم لحظه ارتباط انسان است با هستی مطلق. منی که در تصمیمم نمیدونم چه بکنم، تصمیم میگیرم با یک هستی مطلق که چه بکنم خوبه. اون نیست که او به من میگوید چه بکنم، این که من چه تصمیم میگیرم. اجازه بفرمایید. پس بنابراین هر کس این تجربه رو میتونه با خودش داشته باشه. لحظه تصمیم لحظه آزاد شدن اوج نیروهای انسان برای رشد بهتر. میتونه آدم تصمیم هم بگیره برای تخریب. یک کسی بگه من تصمیم گرفتم از امروز مثلا تریاک بکشم، از امروز هروئین مصرف کنم. این تصمیم، من راجع به این تصمیم من گفتم تحقیر انسان نگفتم، نگفتم انسان تصمیمی برای از بین بردن سلامت خودش. تصمیم برای اینکه شما آنچه بشوی که میل داری تحول بکنید، این در اختیار همه شماست، در اختیار من شما، برای هر کدوم ما در وجودمون نهفته است. لحظه ای است که من تصمیم میگیرم به یک هدف عالی برسم. در وجود ما گنجینه از انرژی و عشق به تغییر وجود داره. هر کسی داره این رو در وجود خودش. هر روز هم این گنجینه رو حس میکنه. فعال میشه این لحظه ای که من تصمیم میگیرم یا شما تصمیم میگیرید که این گنجینه رو آزاد کنید. تا مادامی که این رو تصمیم نگرفتید نمیتونید ورزشکار خوب بشید. لحظه تصمیم لحظه است که من عمل میکنم. یعنی امروز اسمم رفتم نوشتم باشگاه، ولی 4 ماه نمیرم باشگاه. 2 سال راجبش حرف میزنم ولی هنوز عمل نکردم. لحظه است که من میروم و عمل میکنم. و یک تمرین نو رو جای تمرین های گذشته که بی عملی است جای اون میذارم. تصمیم یعنی شروع به تمرین جدید. ذهن من و شما عادت کرده به یک سری تمرین ها. تمرین هایی که ولش کن، حالا برای چی میری باشگاه، حالا بی خیال باش، حالا خسته، امشب نشد فردا میرم. همه اینها یک نوع ذهنیتی است که من به خودم تمرین میدم. یه لحظه شما تصمیم میگیرید که عمل میکنم.
اون لحظه لحظه تغییر هر کسیست. لحظه شروع رو هر کس خود باید به اون عمل کنه. این عمل، عمل به حق تغییر است. این که ما میگیم حق تغییر وجود داره از این لحظه شروع میشه. عمل به حق رشد، عمل به حق دوستی است، عمل به حق عشق ورزی است. در هر زمینه اون تصمیم معنی خودش رو پیدا کنه. عمل به حق آرمانگرایی است. بعضیا میگن این ذهنیت های آرمانگرایی است. چقدر زیبای انسان است ذهنیت های آرمانگرایی داشته باشه و برای رسیدن به ذهنیت آرمانگرایی عمل بکنه. آن آرمانگرایی که برای ما معنی منفی کردن، یعنی شما یک توقعاتی داری براش کار نمیکنی. آقای شفایی بگن شمشیر بازی میتونه الله برای شما یک برنامه بده که علاوه ورزشی چه باید کرد برای موفقیت. یه موقع من میتونم بگم آرمانگرایی است برای من، چون در ذهن من نمیاد که باید بشه عمل کنم. اگر بپذیریم که باید عمل کنیم، به همه حقوق در اون لحظه شروع میکنیم عمل کردن. خوشبختی چیه؟ اعتقاد به خوشبختی چیه؟ اعتقاد به خوشبختی یعنی لحظه تصمیم برای یک عمل بهتر شدن. این خوشبختی رو با وجود میاره. غیر از این خوشبختی چه میتونه معنی بده؟ خوشبختی چیزی نیست که از بیرون وارد بشه. خوشبختی چیزی است که در درون شماست. یا در درون شما این خوشبختی رو میخواید حس کنید، پس برای او عمل میکنید. هر کسی هم خوشبختیش با دیگری فرق، خوشبختی من با خوشبختی شما، خوشبختی من با خوشبختی شما، دونو دیدگاه مختلفه. بستگی داره که هر کسی چه هدفی برای خودش میذاره و برای اون را هدف چقدر کوشش میکنه. به میزانی که کوشش میکنید خوشبخت دارید، به میزانی که کوشش نمیکنید خوشبختتر نیستید. در ابتدا خدمتون عرض کردم که ما فرهنگ گفتار و کردار و پندار نیک داریم. کسی که میخواهد نیک زندگی کنه به حقوق عمل میکنه، به تمام زمینه های رشد عمل میکنه. کسی که نمیخواد، گفتار و کردار و پندارش نیک نیست، ضد نیکه. در حقیقت میشه گفتار و کردار و پندار تخریبی. ما در ایران بسیاری از توجیهات رو متاسفانه به ما یاد دادن. ما از کشور استبدادی میایم، انواع و اقسام توجیهات به ما یاد دادن، بعد میرسیم به یک نقطه برای خیلی اتفاق مفته، نقطه بیعملی. من یه مثال کوچیکی میخوام خدمت کنم. در ایران به ما میگن که این امکانات در ایران، این من و شما، میگن میری تحصیل میکنی خیلی خوبه، از پدر و مادر یک سری از خرافات گرفته تا اعمال خیلی خوب به ما یاد میدن وارد میکنن. میگن یه دین رسمی داریم، یه دین غیر رسمی داریم، یک مرام داریم، یک مرام رسمی و غیر رسمی داریم. اینا رو به ما یاد میدن. میگن میتونی ازدواج کنی، ازدواج زندگی خوبی است. میگن میتونی عاشق بشی، میتونن درس کتاب بخونی، یکی کمتر میخونه، یکی بیشتر میخونه، اعمال مختلف در طول روز انجام میدیم، یک سری عادت ها پیدا میکنه که این عادت ها زمینه رشد نیست، یک سری عادت ها پیدا میکنه که زمینه رشد برای شما هست. لیوان شما پره. تو این لیوان چی میخوادی بوارد؟ خانم میفرمان که لبریز خواهد شد. چه چیزی باعث میشه که این لیوان امکان رشد پیدا کنه، امکان تحول بیشتر پیدا کنه؟ موقعی امکان داره که شما توقعتون رو به زندگی بیشتر کنید، هدفهاتون رو بزرگ کنید. وقتی هدفهاتون رو بزرگتر کردید، خواستهاتون رو به زندگی بیشتر کردید، حجم این زیاد میشه. به تناسبی که حجم خواستهاتون رو زیاد میکنه، این هنوز شمایید، هدفتون رو به زندگی بزرگتر کردید، پس امکاناتون بیشتر میشه. هر آنچه را که تصور میکنید مانع زندگی شما شده ازش کم میکنید، امکاناتون رو بیشتر میکنید.
تمام توجیهاتی که برای خودتون گوشی تا به حال میریزید و اینو بزرگترش میکنید. هر اندازه از این پر کم کردید میتونید به هدفهاتون، آرمانهاتون، به توقعاتون، به رشدتون، به اون چیزهایی که میخواید بیشتر برسید و یک دنیای دیگری خواهید داشت. این یه مثال که خدمتون عرض کردم، نه برای این که نشون بدم که چه امکان هست یا نیست، از این بابت که ملموس بشه. بسیاری از ما در یک بنبست قرار میگیریم، بنبست تغییر نکردن. مثلا یه خانم اگه به همسرش بگه که امروز میتونی تو قضا بگی، من اصلا، بعضی آقایون افتخار میکنن که من اصلا بلد نیستم چیز بپزم، خانم هم میدونم. نه، این بهانه بسیار بی ارزشه. بالعکس به یه خانم بگن که دو تا سیم برق هست که آبی و قهوه، اینا اگه بزنن این بره میشه بس کن لامپ روشن میشه، میگه به من کار تکنیکی نه، من خانم ها با کار تکنیک کار ندارم. بسیار بسیار چیز بدیهی است اگه کسی بخواد یاد بگیره. حیفه کسی به خودش بگه من نمیتوانم یاد بگیرم. در چند جلسه قبل راجع به این صحبت کردیم، تمام کلمات میگه نمیتوانم، نمیگویم، نمیخواهم، نمیشود، با نون شروع میشه، اینا تمام مضر هستن برای زندگی من و شما. هیچ کدوم هدف به وجود نمیارم، هیچ کدوم رشد برای من و شما با وجود نمیارم. من میتوانم، من میخواهم، من میگویم، میتوان کرد، میتوان انجام داد، میتوان رشد کرد. اینها زمینه تحول برای من و شما با وجود میاره. من فکر می کنم شما اومدید از ایران به خارج به عنوان یک هموطن خدمت رو عرض میکنم که بیاید بگید من هیچ کار نمیخوام بکنم. هیچ کار کردن یعنی چه؟ مرده هیچ کار نمیکنم. مرده فقط هیچ کار نمیکنم. اینجا آمدیم چون امکان زندگی هست، هوای رشد وجود داره، می شود انسان بهتر و متعالی شد، فقط باید تصمیم گرفت. من می خواهم انسان متحول بشوم. بعد فضای وجودتون بیشتر میشه برای رشد کردن، غیر از این نیست. لحظه تصمیم هر کس خود میگیره و فردا نمیگیره، امروز میگیره. هر کسی از امروز شروع میکنه. ببینید در اعلامیه جهانی حقوق بشر 30 ماده رو جمع آوری کردم. البته آقای بنی‌صدر به عنوان یک محقق 42 اصل رو جمع آوری کرده. میگه بسیاری از به اصطلاح حقوق معنوی و حقوق اقتصادی هست که اینها رو در اعلامیه جهانی حقوق بشر نخواستند وارد کنند. البته در بعضیاش در به اصطلاح تحقیقات که بعد شده اینها به عنوان تبصره اضافه شده. بعضی هاش هم بهش پرداخته نمیشود. با این حال چه شما 30 اصل بگیرید چه 42 اصل بگیرید، انسان دارای حقوقه. این برای چیز؟ برای که عمل کنه به این حقوق. مثل که به شما بگن که شما زبان دارید، میگید آقا زبان دارید برای گفتگو، برای صحبت، تارای صوتی برای این ساخته شده، نه برای چیزی که تارای صوتی برای فوش دادن درست نشده، برای داد دادن سر دیگری درست نشده، برای اینکه رابطه رو با دیگری به گونه‌ای برقرار کنه که دوستی به وجود بیاد، رابطه عشق و معنویت به وجود بیاد. حقوق هم برای اینه. حقوق این نیست که اعلامیه رو نوشته باشن. از روز اولی که بشر به وجود اومده و هر جنبنده‌ای بر روی کره زمین و هر گیاهی دارای حقوقه و این حقوق فطری اوه، خارج از اون نیست. حقوقی که من دارم که فطری منه که اگر نداشته باشم میمیرم. مثلا حق غذا خوردن، از این حق برخوردار نشم میتونم زندگی کنم 48 ساعت. حق نفس کشیدن 2 دقیقه. حق رشد کردن نکنم، خب میگن این طفلی عقب افتاده. چرا؟ میگن امکانات رشد نداره، خیلی مشکل داره، از ابتدای تولد مثلا اکسیژن بهش نرسید اینطور، یا بیماری پیدا کرد یا هر دلیلی. من و شما که سالم هستیم، که گیاه هم به همین ترتیب حق حیات دارد. رابطه من با گیاه رابطه حق هست با حق. اینو تو جلسه هامبورگ که بودیم هفته گذشته کاملا شکافتیم که این چه وضعیتی است. انسان مالک بر حیوان و طبیعت نیست، انسان دوست است با حیوان و طبیعت، به عنوان انسان حقوقمند با حقوقمند.
ببینید شما هر کدوم قلب دارید و صدای قلب خودتون رو یا میشنوید یا میتونید دست بذارید حسش کنید. 60 بار تا 100 بار قلب میتپد. اون قلب هر لحظه به من شما چی میگه؟ اکثرا صداشو نمیخوام بشنوم، نمیخوام ببینم رابطه خودشون با قلبشون چیست. قلب من میگه انسان سالمی باش، انسان مهربانی باش. صدای قلب منو بشنو، به دیگری زور نگو، زورم نپذیر. دو رابطه همیشه با هم همدیگر است. میگه تو با دیگری عقاید مشترک داری ولی عقاید غیر مشترک هم داری، این دو حق رو با هم قبول کن. اگر قبول نکردی هر روز در تپش و هیجان هستی و این مایه از بین رفتن تو و صدای تپش قلب من هست. پزشکا وقتی میرن باشون مراجعه میکنن، اگر نفهمه مثلا لازم بیماری جسمی شما دارید، میگه شما مشکل روحی هم داری. میگه چطور؟ میگه نظمی در تپش قلب شما به هم خورده، یا فشار رفته بالا یا اومده پایین، یا اینکه ریتمش عادی نیست. میگه آره من این مشکلم دارم، یه نامالی. پس اون صدای قلب به من شما یک پیام میده هر لحظه. مجموعه حقوق خود را رعایت کن که سلامتی است، دوستی است، عدم خشونت است، زیبایی به زندگی است، مهر است و عشق است و کمک به دیگری. کسانی که به دیگران کمک میکنن این رو در زندگی خودشون تجربه کردن چقدر زندگی زیبایی دارن. هر لحظه با هر کمک اینقدر انرژی بهشون برمیگرده که سمینه ساز موتور حرکتشون در زندگی میشه. انسان حقوق من چه نوع انسانیه؟ نمیترسه، یا حقوند بگوییم، آن که بر حقوق عمل میکنه. نمیترسه، زور نمیگه، زورم نمیپذیره، دوتاش با همه. به استعدادهای خودش باور داره، با دیگران دوست است و مهربان، هم نوع رو دوست داره. رابطهش با طبیعت و حیوان مثل رابطه انسان است با دوست خود. به انسانها با هر مرام و هر نظر یک رنگ برخورد میکنه. نمیگه آقا این که سیاهه، نمیگه بابا این آلمانی ها که همه فاشیستن، نمیگه بلش کنی افغانیه، نمیگه. همه انسان ها رو یک رنگ میبینن، حقوقمند میبینه. تجربه کنید اون کسانی که واقعا این اخلاق اگه دارن خودشون رو آزاد کنن از یک رنگ دیدن، اختلافاتشون با اکثریت از بین میره. از قدیم گفتن این مادر شوهره، این مادر زنه، این ذهنیت آنچنان نشسته که به هر کلمه ایراد میگیری، به هر حرکتی میخواد طرف در حرف قولت ایرونی ها میگن گیر میده، گیر بده. خودشو آزاد کنه. اگر خیلی زور زیاده رابطه رو قطع کن. بنا نیست که اگر به تو زور گفته میشه باید رابطه رو نگه داری و تو هم همون عمل رو انجام بدی، یعنی تو هم زور بدی. آدم حقوقمند یا حقوند تبعیض براش معنی نداره، اهل توجیه نیست. شما هر عملی که در اون خشونت و زور باشه اگه ازتون بپرسن شروع کن توجیه کردن. ایشون رو من میگه از این آب نخور و من یواشکی میخورم، بعد متوجه میشه میگه شما آب خوردی. ببینی الان آب خوردن چیز بدی هم نیست. من شروع کنم توجیه کردم براش، نه نمیدونستم، حواسم پرت بود، یادم رفت شما بودی، شروع کنم توجیه کردم، میدونم دارم توجیه میکنم. بقیه کارهای زندگی هم همینطور. اکثر مشکلات زناشویی از کجا نشأت میگیره؟ برای جوانهایی که ازدواج نکردن، برای عزیزانی که ازدواج کردن. یک کسی یک عملی انجام میده که این عمل قرار نبود انجام بگیره و دیگری توجیه میکنه. شما امکان نداره عمل بر حق انجام بدید نیاز به توجیه داشته باشید، امکان نداره. من اگه به شما کمک کنم بگن چرا کمک کردی، میگم ایشون یه کمک احتیاجه، من کمکش کردم، توجیه نمیکنم. اما اگر من بیام موقع کمک کردن کت شما رو بردارم ببرم، میگن چرا کتو برداشتی؟ نمیتونم بگم چون میخواستم کمکش کنم کتشو بردارم. کسی از من میپذیره؟ امکان نداره بپذیره. شروع میکنم به توجیه کردن و این توجیه بزرگترین مخرب ذهن شماست و ذهن من و ذهن هر انسانی برای اینکه بخواد رشد کنه.
مانع رشده. من یه آقای پیش من کار میکرد و هنوز هم میکنه، هرچی بهش میگفت توجیه میکرد، هرچی میگفت. یه رو بردمش دفتر بودم آقای زمان اینه بهت میگم اینه میدونیم خود آزاد کن، ترس نداره وقتی میگن این بگی برای چی این کار کردن، چه اشکال داره که شما بگی برای چی کار انجام دادن. تا اینکه مرتب بعد از توجیه به توجیه میرید، آدم توجیهگر از توجیه به توجیه گذر میکنه، امکان نداره شما با یه توجیه مسئلتون خلاص بشه، مجبورید برای اون توجیه یه توجیه جدید، برای اون توجیه یه توجیه مثل بد و بدتر که در ایران میذارم. میگن آقا بین بد و بدتر رفتیم انتخاب کردیم که دوره خاتمی خاتمی بشه، آقای چیز نشه. کی بود اون رقیبه؟ ناطق نوری. گفتن ناطق زوریست، این از طرف آقای خامنه‌ای میخواد بیاد به خاتمی. چرا؟ آقا بین بعد و بدتر به اون. از اون رفتن رسیدن به احمدی نژاد شد بدتر. از اون رفتن گفتن به روحانی بهتر میشه شد بدتر از اونا. حالا کنید بعد از اون بهتر خواهد شد. بعد از اون باز هم بدتر خواهد، در چارچوب زور خشونت هر رابطه‌ای که داشته باشید، فقط سیاسی نیست، شما بین بد و بدتر انتخاب کنید نصیبتون بدترین خواهد شد. در روابط زندگی هم به همین دلیل. همیشه از پدر و مادرها شنیدیم یا از پیرترها که مخصوصا به جوانترها میگن که برای ما آرزوی سلامتی و خوشبختی میکنن. واقعا خوشبختی چیه که برای ما آرزو میکنه؟ که اونا بعد از یه تجربه ای میگه برات آرزوی خوشبختی میکنه. این خوشبختی زندگی در نبود زور، فشار و خشونت، غیر از این نیست. مگر زندگی خودم، رابطه خودم با خودم رو، رابطه خودم با شما عزیزان رو، رابطه خودم رو با طبیعت و با آنچه که میاندیشم، چه خدا باشه چه هر نوع طرز تفکری که هست، باید خالی از زور باشه. به میزانی که در زور رو اصل میکنم، خشونت رو اصل میکنم، عکس العمل میشم. همونطور که اون خشونت میبرزه من هم با اون خشونت میبرزم، این میشه زندگی از خوشبختی خارج میشه. میگه زندگی ما شده جهنم. میگه چرا؟ همش تو سر هم میزن. این اول هر کسی باید از خودش بپرسه چرا تو سر دیگری میزنه. دختر من با یک دختر خانم تو دوره دانشگاه که اون هم ایرانی بود با هم دوست شده بودن، بعد اون دختر پدرش در سنش خیلی پایین بود فوت کرد. این تمام مدت در خدمت این دختر بود که این روحیش خیلی خراب شد و برگرده به زندگی. یه روز اون دختر گفت که من دیگه نمیتونم با تو دوست باشم. این اومد خیلی غمگین. من هر چی بخواد براش انجام دادم، این دیگه میگه من نمیخوام با تو دوست داشته باشم و من نمیدونم دیگه باید چیکار کنم. من گفتم ناراحت نباش، یه موقع درست میشه شاید. گفت 5 سال 6 سال بعد دیدمش، هی گفتم برم پیشش، برم نرم برم، اون من خیلی پس زده. گفت رفتم سراغش، گفتم تو که میدونی من تو رو خیلی دوست دارم، میدونی که من خیلی با تو خوب بودم و به تو هیچ بدی نکردم، چرا تصمیم گرفتی؟ گویا یه تصمیم خیلی اشتباه تو زندگی گرفتم، ولی اینقدر شرمندم که دلم نمیاد دیگه برگردم به این دوستی. ولی همین که با هم تونستیم این جمله رو بگیم، الان از این لحظه من راحتم کرد، چون چند ساله میخوام اینو بگم نمیتونم بگم. گوش بعدم گفت خدا بس، منم گفتم خدا بس، ولی از اون لحظه من آرام شدم که من با او بدی نکرده بودم. رابطه زندگی ها بر اساس این باید باشه، کسی به کسی بدی نمیکنه. هر لحظه که بدی میکنی رابطه ها رو از رابطه دوستی به رابطه قهر آدم میکشونه. بسیار تصور میکنم میگن با استبداد باید جنگید، با هر که زور میگه باید جنگید. یعنی چه بجنگه؟ یعنی که میگه من از همون ابزار استفاده میکنم که اون استفاده میکنه. اگر میخواهیم استبدادی رو ببریم، رابطه رو از بدی به خوبی تبدیل کنیم، روش و وسیلهش زور گفتن نیست، روش و وسیلهش حقوق مدار شدن هست، حق بند شدن هست. ببینید استبداد زور میگه، ماها زورش پذیرفتیم. من نمیگفتم، اعتقاد ندارم، تمام عمرم مخالف این نظام عمل کردم و میکنم. آن کسانی که در ایران به اون نسبتی که پذیرفتن، این استبداد هست. اگر نمیپذیرفتن چی بود؟ استبداد نبود.
من به شما زور میگم. زور من کی نتیجه میده؟ شما قبول کنید. شما زور میپذیره. زور یه رابطه است. زور میگویم، زور میپذیره. به مجردی که قبول نکردی، رابطه رو قطع کردی. تو تمام روابط اینطوره. اگر انسان‌های ایرانی، شهروندان ایرانی به حقوق عمل کنن، هم زندگیشون خیلی خوشبخته، هم استبداد نمیمونه. چون استبداد نیاز داره به انسان‌هایی که بپذیرن خشونت اون، زور او رو. در همین جلسه بود یه خانومی سوال کردن که مسئله شما و روسری چیست در ایران؟ مثلا زن‌ها باید با حجاب برن. در ایران زور میگن با حجاب. در کنسولگری چی؟ هیچکس باشون کار نداره. چرا خانمی میپذیرد که اونجا چادری رو که اعتقاد نداره سرش بکنه بره انجام بده؟ چون اون زور کنسولگری رو ارجح میدونه، میپذیرد که باید زور اونو قبول کنه تا برن مشکلم حل. میگه اون مشکلمو حل نمیشد. بقیده من اگر برن زنهای ایرانی بدون چادر بگه تو این کشور که نیست، اون قانونم وجود نداره، تو این کنسولگری هم من نمیام، مشکل حل شده. و همیشه باید یک نفر تصمیم بگیره. همه با هم تصمیم نمیگیرن. یک نفر که تصمیم گرفت، زمینه جرأت رو برای همه فراهم میکنه. ترس رو میشکنه. و کسی که تصمیم میگیره، زمینه ساز رشد بقیه هم میشه. بقیه هم شجاعت بهشون میده. تصمیم گرفتن خیلی مسئله زیبایی است. بگن شما خیلی خوب و سرحالی. من تصمیم گرفتم 3 سال ورزش میکنم، شدم اینو. پس میشه آدم تغییر بده خودش رو؟ پس من هم یک الگو دارم، الگویی که در عرض 3 سال سودسته متحول بشه. در هر زمینه دیگه هم همینطوره. آلن تورم یک جامعه شناس فرانسوی است که در حال حاضر در سطح جهان از جامعه شناسایی است که راه حلی برای بشریت ارائه داده. تا به حال همیشه در رابطه با قدرت تعریف میدادم. در آخرین کتابی که داده بیرون گفته 3 نوع رابطه در جهان هست. یکی این که انسان‌ها انواع و اقسام مخدرها رو استفاده می‌کنن، از سیگار و مشروب و غیره، و اینا مشروعیت پیدا کرده در جهان ما. میگن مالیاتشو میدم. ولی خود تخریبی که به وجود میاره اینقدر زیاده که جهان در خطره. یکی میگه که میل جنسی مخرب. میل جنسی مخرب یعنی شما در هر کالایی اگر بخوان این خودکارم بفوشن، باید تبلیغ جنسی روش بکنن. غیر از این مثل که نمیشه اینو خرید. زن رو در یک کالای بسته‌بندی شده در ایران، اما جنسی، یا کالای باز و لخت در غرب به عنوان کالای جنسی ارزش میکنن. میگه این ذهنیت باید عوض بشه. رابطه مرد و زن و زن با زن باید بشه. زن دارای حقوق است. زن دارای کرامت است. نه اینکه فقط اونو با مانشه جنسی ببینی. یکی هم که میگه این سرمایه سالاری، مصرف بیش از حدی که میشه. من متاسفم از این بابت که آقای آلن تورم این رو الانه که داره میگه، نویسندگانی از او استناد میارن و میگن که آلن تورم چه جالب گفته، به چه نتیجه رسید. ما 50 سال پیش آقای بنی‌ساعد به عنوان اندیشمند همین نظریه رو در ایران گفته باید پیاده کنه. با یک تفاوت که آقای آلن تورم میگه باید رابطه رو از خشونت فقط آزاد کرد، ایشون میگه نه، رابطه انسان‌ها با انسان‌ها و انسان‌ها با طبیعت باید بشه رابطه حق با حق. من حق بند با شمای حق بند و من حق بند با طبیعت حق بند. تا این خشونت از بین بره، تا زمانی که نپذیریم همه دارای حقوق برابر هستیم، تحول ممکن نمیشه. اول از همه هر کسی باید قبول کنه من دارای هستم. من حق رشد دارم. من حق بهتر شدن دارم و من میکوشم برای بهتر شدن. اخلاق انسان حقوقی به رسمیت شناختن حقوق ذاتی خودشه و حقوق ذاتی دیگری. انسان حقوقی رابطش با خودش، با دیگری، با هر مرام، با هر دینی که باشه بر اساس عدم خشونته. در اون نه تبعیض وجود داره و نه توجیه و نه اینکه خرافاتی که به نام دین، به نام مرام، هر دو دارن ها، به انسانها حق نمی کنن. شما عزیزان فکر کنم میخواید آدم های خوشبختی باشید. فکر نمی کنم
یکی بگه نه نه من خیلی مایل هستم آدم بدبختی باشم. اگر میگه آدم بدبختی میخواد باشه باید به رو خودش کار کنه بگه چرا سعی میکنم آدم خوشبختی باشم. 100% میخواد آدم های شادی باشید و آدم های موفقی باشید. خودتون رو از رابطه خشونت آزاد کنید و خیلی کار ساده به حقوق خودم هم کار بدی نیست. به شما نگفتیم باید تریاد به خود خودتون رو بکنید. میگید نخور خودتو از بین نبر. از امروز باید تصمیم بگیریم که زندگی بهتری داشته باشیم. فراموش نکنیم تحول و خوشبختی در گرفتن یک تصمیمه که یک لحظه به وجود میاد. اون لحظه رو هر کس در خودش باید تجربه کنه. من تصمیم میگیرم و متناسب با تصمیمم از امروز عمل میکنم. نیاز نیست عملهای بزرگ بکنید. عملهای کوچیک کوچیک که پیوسته اگه انجام بدید خوشبختی در انتظار شماست و موفقیت در انتظار شماست. از حوصله شما متشکرم. خیلی ممنون از شما جناب بزرگ استفاده کردیم مثل همیشه. آقای نوروزپور هم از اتاق فایتاک تشکر کردن و نوشتن که مثل همیشه از مطالب مفیدتون استفاده بردم. حالا دوستان در جلسه اگر که صحبتی دارید آقای امیرحمدی بفرمایید. من ببخشید اول به خاطر تشکر ایستاده تشکر کنم از شما نفته بعد بشینم ببخشید بچه ها راحت تر باشیم بلندشم من متاسفانه قلم کنترل نداشتم موبایل نداشتم. یکی اینکه واقعا تبریک میگم به خودم که امروز وقتم رو توی جلسه گذاشتم با سخنرانی شما خیلی لذت بردم استفاده کردم. مسئله دوم از همین آقای مهران که مسئول جلسه هستن خواهش میکنم چون به نظر من این حرفایی که ایشون فرمودن اینو میطلبه که من واسه خودم میگم ولی دوستان نمیدونم نظرشون چیه شاید دوباره و برای من صد باره اینا رو بشنوم و روش بشینم فکر کنم و تحلیل کنم. اگر امکان داره نمیدونم سی دی هست سایتی هست که اینو من دوباره بشنوم خیلی خوشحال میشم و از من فامیلتون رو پس کنم گلزار هست جناب گلزار عزیز اگر توی وقت حوصله جلسه میگنجه دوست داشتم که در مورد هستی مطلق و خلوت انسان فرمودیده صحبت کردید. اگر در وقت حوصله جلسه هستی بذاری بیشتر دوست داشتم باز کنید هستی مطلق چیه و اصلا اصولا انسان نیازه با خودش خلوت کنی یه جایی یا نه اصلا نه خلوت اصلا یعنی چی منظور خلوت دقیقا چی اگر هست و اینکه آخرین مورد عذر میخوام وقتی دوستان رو گرفتم من به این سادگی نمیگذارم که امروز من اولین بار آقای گلزار رو میبینم که ایشون خیلی راحت اینجا از دست من فرار کنه. میخوام ببینم راه استفاده از شما چی هست و واقعا به چه شکلی میشه با شما در ارتباط بود. حالا شکل خودم رو دنیای مجازی از طریق این شبکه های اجتماعی میتونم من دست زیادی به نور خودم از شما بگیرم و خوشحال میشم که یا بگید یا اگر امکانش هست در آخر جلسه شماره ای باشه بتونیم استفاده کنیم و راهنمایی بگیریم و این البته ببخشید من اینطور میگم دین یه گردن شما کسی که بیشتر میدونه فکر میکنم یه اون حقوق مندی که گفتی و اون به حق عمل کردن این تعهد رو براش ایجاد میکنه که دیگران رو هم آگاه کنه و بیشتر بهشون آموزش بده. من خوشحال میشم بازم تشکر کنم. خیلی ممنون از شما. در رابطه با اینکه فرمودید گزارش صوتی تصویری جلسه امروزمون توی سایت قرار میگیره میتونید از طریق سایت کانون حالا آدرسش هم بعدم می‌نویسم بهتون میگم میتونید استفاده کنید. توی ماهنامه هم گزارش اینا چاپ شده. بله این مقالم که من اینو اختصار آوردم در این جمع ببخشید پاسخ بدم من یکی میخواد شما هم سوال بدید میخواد شما هم بفهمید شما خب من موقع سپاسگزاری میکنم از آقای گلزار چون همیشه سخنرانیشون خیلی پربار و خیلی پرمفهوم بود. بعد اینکه آقای گلزاری به شما میگید در برابر استبداد در برابر زور اینکه باید اون رابطه رو قطع کرد خب یه جایی هست که اصلا نمیشه رابطه را قطع کرد. حالا من برای نمونه میگم توی یه جایی به نام مثلا مدرسه یا آموزشگاه خب بچه ها به یک حالا بچه ای به اون یکی بچه هی زور میگه خب بعد من چجوری میتونم حالا به قول چیز حالا
این رابطه رو قطع کنم. خب اون میزنه صداش رو بلند میکنه، خب منم نمیخوام در برابر اون همون رفتار رو داشته باشم. حالا این برمیگرده توی زندگی بزرگسالی هم، یعنی من میخواستم یه چیز دستبندی، یه چیز سرجم بگم، چجوری میشه خب اون رابطه نمیشه قطع شد و منم نمیخوام همون کار رو انجام بدم، چی کار میشه کرد در برابر این استبداد، زورگویی و خدمتتون از طرف تشکر میکنم از لطف و محبت هر دوی شما. من مقالاتم در سایت بشریت چاپ شده، در سایت های دیگه هم هست، زمینه های مختلف من کار میکنم. من کارم بیشتر رو معضلات اجتماعی است و مسئله حقوق انسان هست که چند دهه هست مسئله حقوق انسان کار میکنم، به اضافه انواع و اقسام معضلات اجتماعی، چه بودجه ایران باشه، چه مسئله اشتغال باشه، چه مسئله زنان باشه در ایران، چه خانواده باشه، آنچه را هم که تصور میکنم باید تحلیل کرد، یعنی من هم اقتصادی هم اجتماعی هم فرهنگی کار میکنم، آنچه را که نظرم از باید شما همیشه به اون استناد کنید، انسان نیاز داره به یک ابزاری به نام اندازه‌گیری. ابزار اندازه‌گیری برای این متر، برای این میز میگن یه متر، برای این اتاق میگن متر است و حجم اتاق، برای اخلاق و رفتار چیه؟ چیه اندازه معیار گیریش؟ اگه خواهم منو بسنجم با چی باید بسنجم؟ خوش اخلاق بودن و خوش رفتار بودن. خیلی متفاوته. خوش رفت ما را خوش اخلاق بودن من چیست؟ آیا به حقوق عمل میکنم؟ حق دوستی شما رو به جا میارم یا نه؟ آدم مهربانی هستم یعنی زور نمیدم. پس برای این که ما دیگران رو بسنجیم، استبداد رو بسنجیم، خودمون رو بسنجیم، نیاز به یه متر داریم. اون متر حقوقه، غیر از این نیست. ماده 18 و 12 و 14 نیست. شما چشم خودتون رو ببندید، بگید چه زورهایی به من گفته میشه و چه زورهایی گفته نمیشه، چگونه عمل کنم که به هیچ کس زور نگم. هر چی به ذهنتون میاد عدم خشونت، اگه میخواد زور نگید و همش حق تو هر کدومش که بگید دارید به دیگری زور میگید یا زور میپذیرید توش حق نیست. میگید شما یه کاری بگید که در اون توش یه بخشی از خشونه هست، بگید نه نه این فلان ماده اعلامیه یا فلان حقه، امکان نداره به ذهنتون بیاد. شما هر کار خوبی که انجام بدید با تمام آدمهای جهان که کار خوب انجام دادن یه پیوند برقرار میکنید. شما اینجا به یه بچه کمک کنید یا بگید 20 یورو میفرستم ایران به یه بچه برای جفت کفش بخرم، احساس یگانگی با اون بچه میکنید. اگه کسی تو تایوان و اندونزی و مالزی، فرق نمیکنه کجای دنیا، او هم به بچه ها کمک کنه، شما همون لحظه با او پیوند برقرار بدون خودتون بخواد. تا میگن یکی هم اونجا کمک میکنه همچین خوشحال میشین، هستن کسانی که اون برای دنیا من کار میکنن. بالعکس شما اگه زور بگی یه کسی تو فیلیپین هم زور بگی یا تو پرو، میگه یکی هم اونجا هست مثل من، اون بهتر از ما برای زور بگی. یه مافیا هست اونجا از ما خیلی گنده تر، مافیا جهانی ما نتونستیم با او احساس یگانگی. پس اینو هر کسی خودش میتونه تشخیص بده. تشخیصش خیلی ساده، ساده ترین کاری که شما میتونید بکنید، پیشنهاد منه به هر جوان، من خودم هم خیلی خودم رو جوان میدونم چون سعی میکنم عمل کنم به حقوق. هر انسانی استقلال داره و آزادی، یعنی من استقلال دارم در تصمیم گرفتم، آزاد هستم در نوع تصمیم. اگه شما بخواید من عمل بکنید، نه توش توجیه میکنید، نه توش تحقیر میکنید، نه به خودتون زور میگید، نه به دیگری زور. همین دو حق رو انجام بدید. خواهش میکنم سیماده رو بذارید کنار، حق استقلال و آزادی عمل کنید. اگر عمل بخواد بکنید بقیه حقوق هم انجام میدید. شما اگه بخواد بگید من بدن سالمی میخوام داشته باشم، در سلامت باشم، اون بقیه حقوق رو انجام میدید. امکان نداره بگید اون بقیه رو انجام نمیدم، یه چه انجام میدم. حقوق عین ظروف مرتبطه و هم ارتباط داره. هر حقی که انجام بدید بقیه حقوق هم انجام دادید. اگر یه جایی میبینید پاتون میلنگه انجام نمیدید، بدونید که از بقیه حقوق هم دارید سر باز میزنید، خودتون رو دارید از بین میبرید. حیفه، حیفه که آدم این کار رو با خودش بکنه.
هر کی از خود میتونه شروع کنه، تصمیم بگیره عمل کنه. میگم به شرط کار. من بچه بودم 10 سالم بود، اون موقع آبادان زندگی میکردم. مادر من بود بر کوفشه بازار بود، یه دونه هندونه بخرد بهش گفت شرط کار نمیخوام. من 10 سالم بود، یه دونه زنبیل اون موقع دادن دست من، من برم هندونه اهواز آبادان که اینقدر بود 10-15 کیلو. بچه بودم دیگه، اینو باید میشم سر شونه میبردم خونه. من تا اومدم میگم نمیخوام به شرط کار، کارت زد گفت ببین قرمز داد دستم. من گوشم توی این زنبیل عمودی گوشم سرش مونم. وقتی اومدم خونه از اینجا تا توی پاچه من و دمپایی من پر از آب هندونه بود. خب مادرم گفت گفتی بهش به شرط کار نمیخوام؟ گفتم به همه به شرط کار نمیخوام. آدم زندگیش به شرط کار، هر کاری میکنی به شرط کار با خودتون به آزمایش بذارید. کار ساده، کار بدی که نیست. آدم در خلوت خودشو به آزمایش بذاره و امکانات رشد برای خودش فراهم کنه. خیلی ساده است امکان رشد فراهم کردن. خیلی کمتر مطلقاً انرژی مصرف نمی‌کنه. تخریب انرژی مصرف می‌کنه. رشد که همش هی انرژی به خودش اضافه می‌کنه. پدر و مادری که تصمیم می‌گیرن بچه دار بشن، ازشون انرژی گرفته میشه؟ مطلقاً نه. هر لبخندی که فرزند میزنه اینقدر به انسان انرژی میده که آدم اصلا از زندگیش خسته نمیشه. شما گفتید که چه شکلی میشه رابطه رو قطع کرد. ببینید، اول اینکه باید نقش پدر مادری که به فرزند یاد بده که زور قبول نکن رابطه رو قطع. ما هم تجربه رو منم با همسرم داشتیم با بچه ما پسر ما موش فرفری بود و رنگ صورتش هم مثل من تیره تر بود از آلمانی ها. میرفت اونجا یه ده بچه توی کلاس 25-6 نفر اینو ازدش میکرد و این وقتی من ناراحت بودم یه جوری باش برخور میکرم. خب میفهمید که این تحقیرش میکنم. چه بکنه این بچه؟ ما بهش یاد دادیم که خب نم تو هم مثل اونا نکن، شروع کن به چیز کردن، تو رابطه تو قطع کن باشون یا اینکه زیر بارشون نرو، صرف باز جلوشون. این خودش به فکر افتاده بود. یه روز که شروع کردم گفته بود پدر مادرهای شما میرن کلی پول خرج میکنن که رنگ پوستشون بشه مثل من. من بدون خرج همه رو خدا بهم داده، شما برید یه کار برای خودتون بکنید. بعدم من یه خرمن مو رو سرمه به این قشنگی، شما از رو حسادت میگید مو فرفری مو ندارید، مو که من اینطوری میکنید. میگو از اون روز بعد 80% مشکلات حل شد. یه روزم رفته بود خونه که از اون بچه ها تولد بقیه هم اومده بودم. بعد اونجا که صحبت میشه به مادرای اونا رو میکنه، میگه شما مثل مادر من به این بچه هاتون یاد نمیدید که بچه هاتون با بقیه دوست باشن، بقیه رو اذیت نکنن. میگن چطور خواب جان؟ میگه برای اینکه اونا هر روز منو اذیت میکنن. من تعجب میکنم چه تربیتی که شما دارید. مادر من هیچ وقت من نگفته که باید دیگه رو اذیت کنید. بچه رو پدر مادر اول از همه باید مشفقش باشن، پشتیبانش باشن. اگر اونها میزنن، اگه تو هم میزنی تو دهنش تا خون بیاد. معلوم نیست طرف مقابل زورش کم باشه، شاید اون بزنه بدتر بکنه. میتونه بگه زیر بار زورش اصلا نمیری، جلوش میمونی، استدلال میکنی، نه میری شکایت چه میکنی، نه میری اعتراض میکنی، صد نو راحت، نه من میام. بعدم باید پشتیبان دیگری باشه. من بفهمم شما رو اذیت میکنم، بگم آقا ما یه دفعه توی جلسه همه دین برم روش ندیده باشیم همدیگه رو. وظیفه منه که اونجا بیستم از حق شما دفاع کنم. به ما مربوط نیست آقا کلاه خودتو بگید باد نبر. از این صد تا از این چیزایی که میگم دلیل نیست که آدم از حق دیگری دفاع کنه. این تو زندگی زناشویی چیست؟ تو زندگی با بقیه چیه؟ به همین ترتیبه. آقا لطفا شو از این اتاق برید. بلند شو خواهش کن برید. بلند شو خواهش کن. نه خواهش میکنم بلند شو برید. با ایشون اصلا که پیران زرد بشت لطفا بلند شو برید. بقیه خب باید یه اعتراضی بکنن دیگه. نه ایشون ببینید هنوز نرفته. تا مادامی که نرفته حرف من هیچ اثری نداره. شما هم طرف همه نگاه میکنید. ایشون قرمز شد، خندید، تعجب کرد و همه چی، ولی نرفت. چون نرفت حرف من بی اثره. اگر ایشون میرفت من زورم مؤثر بوده. هیچ غیر از این نیست، این رابطه است. غیر از اینه تعمیل دوستی ها رابطه ها شکری کرده سر اینه که یک کسی زور بگه و دیگری زور بشه، کسی زور نشنبه. همینه، چون زور من رو قبول نکرد. من میتونستم خیلی شدید بهش بگم، با عصبانه تمام بگم،
شاید بلند شده ایشون یه فوش هم میداد یا نمیداد. اگر میداد شده بود عین من، اگر نمیداد میرفت بیرون زور من موفق شده بود. شما بقیه ماساتون رو کیسه بگیرید. ببخشید همون صحبتیه که گفتن کسی که ظلم رو هم میپذیره به همون اندازه همون قدر مقصره که مثل که ظلم میکنه. کسی که ظلم ظلم کننده و ظلم پذیر هر دو مقصرن. حالا راجع به زندگی برمیگردم به خانم گلی ترقی، فکر کنم این داستان رو میگم میشه. خانم گلی ترقی یک نویسنده زنه، یک مجموعه رمان داره، من از این مجموعه رمانش خیلی خوشم میاد. فکر کنم یا 5 تا یا 7 رمان آورده توی مجموعه خیلی کوچیک. پیشنهاد میکنم اگه این کتابو بتونید تهیه کنید بخونید. رمان یک لطافتی به قلب انسان میده. انسان حالتهای بقیه رو میفهمه یعنی چی. فیلم سینمایی نمیکنه این کار. چون شما با هر جمله که میخونه در دنیای خودتون میرید و خودتون رو با اون هی میسنجید. فیلم نمیکنه این کارو. بله؟ اسم مجموعه فانتزی رو بگید. میتونم بعد در تو بپرسم نمیدونم اسم داستان چی چی دیگه. من فکر نخوندم ولی من از یادم نمیاد. منم اسم کتابو شب یادم نمیاد. من میتونم بهتون بگم بله خانم گلی ترقی مجموعه داستان های کوتاهش میفرستم براتون میذارم توی چی صفحه. در یکی از داستان هاش میگه یک زنی شوهرش اذیتش میکنه، یه خونه داره خیلی تمیز، خانم به همه چی میرسه. شوهر صبح که میخواد از خونه بیرون در قفل میکنه بهش میگه تا بعد که من عصر میام تو این کارو میکنی این کارو میکنی این کارو میکنی این کارو میکنی. زنه میگه باشه، در قفل میکنه میره. این خانم میاد همه کارهای خونه رو میکنه، تمام که میشه میره از پشت پنجره پرده میزنه کنار، خونه همسایه روبروی منه یه بچه داره بازی میکنه. تمام مدت به این بچه نگاه میکنه و اینکه چرا من نمیتونم یه بچه داشته باشم که باش بازی کنم و خوشا به حال این بچه که آزاده، هر کاری بخواد میتونه بکنه، من نمیتونم بکنم. بعد شروع میکنه فکر کردن که این دیگه زندگی نیست، این شکل نمیشه زندگی کرد، این هر روز میره برای من تنگ تکلیف میکنه و من میپذیرم. اصل و مرتبه آقای میاد، خانم همه چیز روش میذاره، همه کاری براش میکنه، دو مرتبه آقای فردا صبح میره و این خانم دو مرتبه از نو با اون بچه تمام مدت درد دل میکنه که دیگه نمیتونم بپذیرم، میرم خونه پدرم، خودم رو جدا میکنم، این زندگی نیست، من در یک قفس طلایی زندانی هستم. قفس طلایی فرق نمیکنه، قفس قفس. خانی که بالاخره میگه من نمیتونم تصمیم بگیرم، یعنی نمیتونم توی زندگی کنم. زندگی با یک مردی که من رو در یک اتاق زندان در یک خونه زندانی کرده، این قابل تحمل نیست. لباساشو تو نخواهم کرد، لباساشو نخواهم شد، خونه رو نظافت نمی کنم، فردا میزنم از این خونه فرار میکنم، میرم که میرم و آزاد میشم. شب تصمیمشو 100% میگیره، صبح آقایه در خونه رو قفل میکنه و بهش میگه باید چی کار کنی. و وقتی که میره خانم میره دو مرتبه لباسا رو میاره، میز اتو شروع کنه تو گرد. زندگی قطع کردن اون رابطه است. اگر نکنی نکن. 20 ساله میگی نمیکنم ولی هر روز نمیکنم. این سیگار لعنتی رو باید ترک کنم. هر روز با هر کش دو مرتبه میزه دو مرتبه شروع کنیستم. من دیگه فلان غذا رو نمیخورم و گفتم ادامه میدم. من دیگه این رابطه رو برقرار نمیکنم. یه تصمیمه، نمی کنم این رابطه که توش خشونت از وزور هست. من در سن 18-19 سالگی شروع کردم به سیگار کشیدن. در سن این اولین بار دارم به جمعی رو میکنم. در سن 22 سالگی هم گشتمش کنار. چرا گشتم کنار؟ اول انقلاب ایران بود، با یه نفر بحث میکرد. آقای خلخالی مرتب آدم ها رو ادام میکرد. این در من گفت این چه انقلابی شما کردید که این داره همه رو میکشه؟ من تازه اومدم آلمان 5-6 ماه بود، می‌خواستم استدلال کنم که بابا ما انقلاب نکردیم که این بکشه، این بعد ما نمی‌دونیم این اینو آوردن این می‌کشه، این کاری به مردم نداره، این استدلال می‌خواستم بکنم. بعد نمی‌پذیره، اون طرف آلمانی بود، برای من خیلی سخت بود که همه کلمات و جمله‌ها رو بتونم انتقال بدم. براش یه مثال زدم، گفتم دکتری که سیگار می‌کشه ایراد از علم پزشکی نیست، ایراد از اون دکتر است که داره سیگار می‌کشه. نباید قبول کنه، دکتر میدونه که سیگار براش بده،
هم تو همه وسط یه سیگار هم در آورده میکشیم. خود تو که میدونی نکش. گفتم ما آدم بسیار ضعیفی هستم. نمیتونم. سیگار کشیدم. مادم خونه گفتم عجب حرف مزخرفی زدم به خودم. من ضعیفم یعنی چه؟ انداختم تموش. امروز با شما دارم حرف زدم یک بارم احساس نکردم که آدم میل داره دو مرتبه بکشه. قبول ضعفه که به من اجازه میده. قبول قوت هیچ وقت به من اجازه نمیده که این کارو بکنم. این که اشتباه کردم خب کردم که هر کس در زندگیش تجربه میکنه کارهای اشتباه کرده ولی جبران میتونه بکنه. میتونه جبران کنه برای هر کاری. جبران میکنه. صبح اگر تصمیم گرفته اون خانم باید عمل میکرد. گلی طریقه اونم میخواد من میگه آخر داستان تمام میشه. ولی شما تعجب میکنه چرا این خانم تصمیم خودش عمل نکرد. اگر اون نکرد من باید عملی کنم. زیر بار زور نروم. میشود زیر بار زور نرفت یعنی منظور. مخصوصا برای زنهای ایرانی یه مجموعه عظیم بار میذارن رو دوششون. زن مطلقه. زنی که باید همه کارهای خونه رو انجام بده. پشت سرش چه خواهند گفت؟ چه حرفی میزنن؟ من چه شکلی باید بود؟ زن اونه که تمام فشار زندگی تحمل کنه مثل سنگ زیر آسیاب و نه نگه. و هزار تا از این ذهنیت‌های زورمدارانه که تو کله من و شما به عنوان مرد و زن کردم و مرد بدبخت یادش دادم باید زور بگه بی دلیل ها اگر نکه مثل که از مردش افتاده چیزی نیست که بین مرد و زن دوتا حق برابر داریم اگه حق برابر داریم دو جنسیتیم با حق مساوی چیزی اضافه تر به من ندادن ها به عنوان حق برتر که من باید زور بگم در امور سیاسی هم همینطوره خیلی مایه شرمندگی در یک کشوری آقای سید علی خامنه‌ای یک روزخان بر جان و مال و ناموس مردم حاکم باشه و مردم بپذیرن نه او بزرگترین اندیشمندم حق نداره رابطه های دوستی بنده با ایشون من افتخار دارم دو دهه است با هم دوستیم جریان تلفن حرف زدیم یادم اومد 17 سال پیش هم رفتیم سوئیس و برای تظاهرات اینا تا به حال یک کلام به هم بلند نگفتیم رابطه خیلی خوب بوده حتی اگر بلند بشید بر فرض بگیم هم با دوستی میتونه بعد بنشه برم هیچ وقت من راجع به مسائل شخصی ازشون سوال نکردم از من سوال نکرد اگه بوده هر کدوم برای هم درد دلی داشت میشه این شکلی هم رابطه برقرار امیدوارم که پاسخ شما داده باشم از حوصله شما بسیار ممنونم